این میان وعده خوشمزه رو هر موقع که بخوای میتونی آماده کنی، فقط کافیه نون تست رو توی شیر خیس کنی و صبر کنی تا کامل شیر رو به خودش جذب کنه. بعد دو طرفش رو با کره سرخ کن و در آخرم بهش عسل اضافه کن. نوش جان. موچی یکی از خوراکی پرطرفدار ژاپنیه که درست کردنش هم زیاد سخت نیست. اول آرد برنج با نشاسته ذرت مخلوط کن و بهش شکرم اضافه کن. شیری که به دمای محیط رسیده رو باهاش مخلوط کن و حسابی ترکیبشون کن. برای خوش رنگ تر شدنش میتونی از رنگ خوراکی استفاده کنی یا در حد 2-3 قطره به موادت رنگ اضافه کنی و اینقدر هم بزنی تا کامل یک دست بشه. در نهایت هم مواد و اسافی رد کن و بریز توی یه ظرف روش و سلفون بکش و چند سوراخ ایجاد کن و اجازه بده برای 20 دقیقه بخار پز بشه. برای فیلینگ داخلش خامه قنادی و خوراکی رو با شیر غلیظ شده یا همون شیر عسلی بریز تو همزن و بزن تا خامه ای بشه. حالا مارمالادی که دوست داری و بهش اضافه کن و کامل با هم مخلوطشون کن. خمیر موچی رو بعد از پخت با کره ترکیب کن و روی صفحه کار خمیر رو مقداری ورز بده تا کره کامل به خوردش بره و به اندازه یه نارنگی ازش جدا کن و صفحه کارتو حسابی آرد پاشی کن که نچسبه. بعد با استفاده از یه کاسه میتونی خمیرتو داخلش پهن کنی و فیلینگی که آماده کرده بودی رو هم توش پر کنی. خیلی راحته اما مقداری تمرین میخواد. دیدی هر وقت نیمرو درست میکنی بالاخره یه سری از قسمت‌های سفید و زرد شل میونه؟ برای حل این مسئله فقط کافیه یک مقدار آب اضافه کنی و درشو برای 30 تا 40 ثانیه ببندی. با این روش دیگه هیچ وقت زرده رو هم برای پخت پاره نمیکنی. ساندویچه و کباباتو با این مزه نوش جان کن تا بیشتر لذت ببری. از پیاز قرمز که مخصوص خامخوری استفاده میکنیم به ورقه های نازک برش بزن و یک مقدارم با دستت بچلونش. تمام مقادیری که توی این ویدیو میگم با توجه به ذائقتون قابل تغییره. جعفری و گشنیز خورد شده رو به پیازمون اضافه میکنیم و یک قاشق مرباخوری سماق و یک قاشق چایخوری نمک اضافه میکنیم. یه لیموی کامل و آبگیری کن و حدود 4 قاشق غذاخوری هم بهش روغن زیتون اضافه کن. از این بهتر دیگه نداریم. برای درست کردن این برگر سالم و خوشمزه باید ابتدا سینه مرغ رو با چرخ گوشتی یا غذاساز به حدی که له بشه چرخش کنی. بعد بهش نصف لیموی تازه، سیر رنده شده، جعفری و گشنیز خرد شده، پاپریکا، فلفل سیاه، پونه کوهی و نمک هم اضافه کنی. همه موادتو به همراه یه هویج بزرگ رنده شده و یه کدوی متوسط رنده شده چنگ بزن تا یک دست با هم مخلوط بشن. برای جلوگیری از وارفتن برگرها تو زمان تبخ بهش تخم مرغ و سبوس جوی 2 سرم اضافه میکنیم. در آخر میتونی از در بطری به عنوان قالب استفاده کنی تا تمام برگرها یه اندازه باشه. پلاستیک رو روی قالب بکش و مواد رو داخلش پر کن. بعد لایه دیگه پلاستیک هم روش جمع کن و به همین سادگی بسته بندی کن و بذار تو فریزر. الان که گوشت گرون شده و هزینه ها بالا رفته این بهترین کباب جایگزینه. پوست قلوه ها رو بکن و از وسط برش بزن اما حواست باشه که جدا نشن. بعد بذار توی سرکه و آب نمک تا بوی زهمی که دارم از بین بره. روی قلوه ها پول بیبر، نمک و کاری بزن و وسطش هم دنبه بذار و مثل ساندویچ جمعش کن و به سیخ بکش و روشونم مقداری روغن و پاپریکا بزن که هم خوش رنگ و براق‌تر میشه. برای مزه‌شم پیاز و فلفل و خلالی کن و جعفری خرد شده‌ام بهش اضافه کن. نمک و سمق و پاپریکا یادت نره. حالا کف ظرفت بریز و کبابارم روش بچین. میتونی موقع سرو کردن هر ادویه‌ای که دوست داری رو بهش اضافه کنی. دنبه‌ها وقتی با حرارت پخته میشه و آب میشه به قلوه ها مزه میده و بی نظیره. میدونستی پوست نارنگی رو خشک میکنن چون برای پایین آوردن فشار خون و تقویت سیستم ایمنی مؤثره؟ بهتر نارنگی ها رو قبل از پوست کندن با جوش شیرین بشوری تا ضد عفونی شه. بعد توی دمای 90 تا 100 درجه داخل فر یا روی رادیاتور تو هوای اتاق خشکش کنی. میتونی اونو به صورت دم نوش یا همراه با چای عصرونه دم کنی و نوش جان کنی. طعم خیلی خوبی هم داره. پیشنهاد میکنم امتحان کنی.
اول از همه به اونایی که روی دلمه تعصب دارن بگم تا این مدلشو امتحان نکردی نظر نده که پشیمون بشی. میتونی از برگ موی فریز شده تازه یا کنسرو شده استفاده کنی. دو تا پیاز بزرگ و نگینی کن و توی روغن زیتون فراوون تفت بده. شیشه ای که شد رب گوجه و رب فلفل هم بهش اضافه کن. بعد نمک، فلفل سیاه و نعنا خشک، برنج آبکش شده، حالا پوره گوجه فرنگی، رب انار یا هر چاشنی ترشی که دوست داری و برگای شده. یک لیتر آب جوش هم بریز و بذار بپزه. مدت زمان پختش 40 دقیقه است. وقتی نصف پخت انجام شد مقداری ریحون، نعنا و جعفری تازه رو خورد کن و بهش اضافه کن و اجازه بده نیمه دوم پخت هم انجام بشه. میتونی با ماست چکیده، ماست موسیر یا دو حبه سیر رو توی ماست رنده کنی و با ماست و سیر سروش کنی. اگرم دوست داشته باشی میتونی روش سماق یا رب انار ترش و ملس بریزی. بی‌نظیره، حتما تانش کن. بهتون پیشنهاد میکنم حتما این غذا رو امتحان کنین. طعم بهشت میده. اول با اضافه کردن نمک، پودر فلفل، زردچوبه، فلفل سیاه و پاپریکا گوشت رو مزه دار کن و سرخش کن. بعد توی همون روغنی که گوشت رو تفت داده بودی چون مزه داره هویج خلالی و کشمش هم خوب سرخ کن. حالا گوشتی که قبلا سرخ کرده بودیم و برای پختش با پیاز خلال شده، سیر ساتوری، ادویه‌هایی که تو کپشن نوشتم و آب جوش بذار تا کامل بپزه. توی این فاصله برنج رو خیس میکنیم و وقتی گوشت پخت از آب درش بیار و برنج رو بریز توی آب گوشت. میتونی آب گوشت رو از صافی هم رد کنی تا مخلفاتش ازش جدا بشه. اگرم آبش کم شده بود بهش مقداری آب جوش اضافه کن. وقتی برنجت دم کشید مخلفاتی که قبلا حاضر کرده بودی رو بذار روی برنجت که گرم بشه. من شخصا این غذا رو با دستپخت یه خانم افغانستانی خوردم. فوق‌العاده خوشمزه است. اگه از سوسیس بندری خسته شدی، این دفعه چیکن بندری رو امتحان کن. مطمئنم عاشقش میشی. نیاز داریم به پیاز خلالی که توی روغن تفت میدیم و اجازه میدیم تا پیازا سرخ بشن. بعدم سینه مرغی خرد کرده بودیم و اضافه میکنیم و تفت میدیم. رنگ مرغمون که عوض شد، نمک، فلفل سیاه و زردچوبه رو اضافه میکنیم و کمی تفت میدیم. بهش قاش خرد شده رو اضافه میکنیم. کمی آب لیمو تازه بهش میزنیم برای اینکه قارچمون سیاه نشه. به دلخواه فلفل تند سبزم اضافه میکنیم. به همراه رب تفتش میدیم. بعدم سیب زمینی هایی که نگینی کردیم و توی روغن سرخشون میکنیم. حالا سیب زمینی ها رو اضافه میکنیم. به همراه آب درشو میذاریم تا اینکه جا بیفته. به همین سادگی و خوشمزگی امیدوارم درست کنید و لذتشو ببرید. نوش جان. برای درست کردن این کوفته های جوجه تیغی بهتر از برنج هندی یا باسماتی استفاده کنی. برنج رو بجوشون و یک مقدار دون آبکش کن. دو تا نون توست رو خیس و لهش کن. یه پیاز نگینی و یه هویج رنده شده رو به گوشتت اضافه کن و نمک و ادویه های کپشن هم بهش بزن و در نهایت هم تخم مرغ و سبزی کوفته و نونی که خیس کرده بودی رو با هم مخلوط کن و چنگ بزن. به اندازه یه پرتقال از مواد بردار و با دستت گرد کن و توی برنج بغلتون و برای سس کوفتم پیاز نگینی و هویج رنده شده رو تفت بده. اگر طبق ذائقت نیست میتونی هویج رو حذف کنی. وقتی سبک و شیشه‌ای شد گوجه پوره شده رو بهش اضافه کن و تفت بده. نمک و آبم بزن و بعدم کوفته ها رو بذار داخل سس تا کامل بپزه. مدت زمان پختش هم حدود 45 دقیقه تا 1 ساعته. بعد از اینکه پخت برنجا قد میکشه و عین جوجه تیغی کوفتتون قشنگ میشه. سلام، میگن این غذا اول توی سواحل سیسیل درست شده. اول کره رو آب میکردن و بعد بهش سیب زمینی پخته شده رو اضافه میکردن و خوب پورش میکردن. بهش یه خورده خامه اضافه میکردن و ادویه‌جاتی که توی کپشن برامون نوشتن. بعد از اون حسابی خوب مخلوطش میکردن و میرفتن سراغ خرد کردن قارچ ها و اونا رو به یه تابه و کره اضافه میکردن. آردو که ریختن آهسته شیر به دمای محیط رو اضافه میکردن و خوب با نمک و فلفل و یه مقدار جوز هندی مخلوط میکردن تا خودش رو بگیره. سینه مرغ رو هم گریل میکردن و بعد از اون میومدن کف یه بشقاب پوره رو پهن میکردن. سس قارچ رو روش میریختن و مرغ‌های گریل شده هم حسابی برش میزدن و میذاشتن روی این بشقاب. مهمون اونه بخوره دیگه پرخوری نمیکنه. بریم برای مرینت جوجه زعفرانیمون مخصوص شاه عباسی. ماست پرچرب سنتیمون
ادویه‌مون رو می‌ریزیم. فلفل سیاه، اولیور ترک است، مسیر خرد شده، فلفل قرمز و نمک، فلفل دلمه ارگانیک ریز شده‌مون رو می‌ریزیم. پیازمون رو وقتی که چنگ زدیم اضافه می‌کنیم. زعفران قائنات اضافه می‌کنیم. دور تا دور منیتمون رو به هم میزنیم تا قشنگ یه جوجه خوش رنگ و خوشمزه به دست بیاد. حالا روغنمون رو اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم تا جذب بشه. آب لیموی طبیعیمون رو اضافه میکنیم به جوجه‌مون. رنگش رو ببینید، بافتش رو ببینید. لذت خوردن ماهی کبابی وقتی دوکندان میشه که ماهی به طوری نچسبه. منم قول داده بودم که تمام نکاتش رو بهتون بگم. بریم که درستش کنیم. ماهی رو از کمر برش بزنید و فیله کنید. بهش نمک، زردچوبه و فلفل قرمز بپاشید. تنها راز نچسب شدن توری ماهی نشستن اونه. ماهی رو از سمت پوست روی منقل بذارید. 2-3 دقیقه کافیه تا بتونید پوستش رو به راحتی از آن جدا کنید. به کمر ماهی نمک، زردچوبه و فلفل قرمز بپاشید، توری رو ببندید و روی زغال بذارید. در حین پخت برامزه‌دار شدن ماهی چند بار بهش آب لیمو و آب پیاز بزنید. برای اینکه ماهی به بهترین شکل خودش کباب بشه، اواخر پخت بهش کمی روغن مایه بزنید. همون جوری که میبینید ماهی اصلا به توری نچسبید و خیلی راحت ازش جدا میشه. من عدنانم و اینم سهم تویی که لایک کردی. از اونجایی که میدونم خیلیاتون دوست دارید توی خونه نون بربری درست کنید، این بربری فوق‌العاده خوشمزه، نرم و پنبه‌ای و خیلی هم راحته. بریم که با هم آموزشش رو ببینیم. در ابتدا آرد، خمیر مایه، نمک و شکر رو با هم مخلوط میکنیم، بعد آب رو اضافه میکنیم. بچه‌ها رطوبت این خمیر بالاست، اگه با دست ورز میدید مقدار آب کمتر میتونید اضافه کنید و حدود 5-6 دقیقه ورز میدیم خمیرمون رو. بعد از اون کره نم رو اضافه مجدد ورز میدید تا خمیر خیلی لطیف و عالی به دست بیاد. خمیرمون رو بعد از ورز دادن به 2 قسمت تقسیم میکنیم و هر کدوم رو چونه میگیریم. چونه ها رو داخل ظرف چرب شده حدود 1 ساعت تا زمانی که حجمشون دوباره بشه استراحت میدیم. بعد از استراحت خمیر رو به آرومی به سطح کار که آرد پاشی کرده انتقال میدید و رومال شیر یا آب یا تخم مرغ کامل میزنید، با دست فرمش میدید، به آرومی بلندش میکنید، یه مقدار میکشید و بعد داخل سینی یا روی ورق نصوص قرار میدید و به این صورت مرتبش میکنید. بچه‌ها دستور این نون خیلی خوش عطر و طعم رو من از پیج زهرا ادب برداشتم، دوست خودم هستن. به خمیر همون 20 دقیقه استراحت میدید، مجدد با سر انگشت روی همون قسمت ها رو طرح میندازید، هر چیزی که دوست داشتید روی خمیر ها میپاشید و داخل فر داغ داغ قرار. 300 کیلو مغزرون گوساله، هویج، فلفل دلمه ای، پیاز، کرفس، سیر، گوجه، برگ بو، تخم گیشتو و فلفل سیاه میریزیم توی توری، چون فقط باید عکسشو به گوش بده. میذاریم اینجا. آب سد کرج رو اضافه میکنیم، درشو میذاریم و میره برای 24 ساعت پخت. بعد از 20 ساعت کامل پختش. چه قلقلی هم میکنه. تقریبا 40% گوشت آب میشه. یعنی از 300 کیلو 180-190 کیلو میمونه. روغن خود گوشت ها، هیچ روغن و کره ای بهش اضافه نشده. همش آب و چربی خود گوشته. حالا 200 گرم رو هر پیتزا میریزیم. پنیر پیتزا، قارچ و زیتون و فلفل دلمه ای. بعد از اینکه دونه دونه‌شون رو تو فر پختیم، میریم پخش می‌کنیم بین کودکان کار و نیازمندان. عمو بیا. اینم نوشابه. بیا داداش پیتزا رستی، نوشابه فانتا. برو نوشه جونت. داداش بیا. اینم نوشابه زیرو. من هر موقع برای دور همی با دوستام میخوام سوخاری درست کنم، بهم تاکید میکنن که اون سالاد کلمه رو فراموشش نکن. حالا یه قلقه سس خوشمزه داره که الان بهتون میگم. اول به کلمه سفید و هویج یه مقدار نمک و آب گرم اضافه کنید و بعد یکم زیر رو کردن بذارید نیم ساعتی بمونه. با این دستگاهی هم که میبینید کلی پروفیلای رژیمی و غیر رژیمی برای دور همیاتون میتونید درست کنید. شما هم اگر دوست داشتید از پیج لوازم خونگی آریان میتونید تهیهش کنید. در ادامه بعد از اینکه سالاد و آب کش کردید، چند تا کشمش هم اضافه کنید و برید سراغ سس. ترکیب سس هم این جوریه: به هر 5 قاشق مایونز، 1 قاشق ماست، 1 قاشق سس کچاپ، شکر و فلفل سیاه اضافه کنید. 20 سالاد چالش هم این سالاد کلمه رستورانیه که به همین راحتی درست میشه. امیدوارم ازش
لذت ببرید. راستی آسیاب هم از همین لوازم خانگی آریان میتونید تهیه کنید. اولین روز چالش غذاهای اصیل خوزستان. این هم معلوگ است. یه غذای خوشمزه‌ای که قدیمی‌های خوزستان این غذا رو میشناسن. مواد لازم و نکاتش رو تو کپشن نوشتم. اکلت نلیوم المعلوگ. زنهای قدیم عرب کله پاچه رو به روش متفاوت میپزن. اکلت نلیوم الپاچه. کی میدونه دلیل اینکه کله پاچه رو با نخ میبندیم چیه؟ تمام توضیحات رو تو کپشن نوشتم. اگه شما مثل من همیشه تو بچگیاتون دوست داشتید این رونه مرغ تام رو امتحان کنید، تا انتهای این ویدیو همراه من باش تا بهت یاد بدم چجوری این رونه مرغ توپر خوشمزه رو درست کنی. 4 تا رونه مرغ رو به همراه پیاز و ادویه ها و آب میذاریم بپزه. حالا سیب زمینی ها رو پوست میگیریم، خرد میکنیم و میذاریم اونم بپزه. حالا مرغامون رو از استخون کامل جدا میکنیم، خردش میکنیم به این شکل. سیب زمینی های پخته شده رو له میکنیم، مرغا رو بهش اضافه میکنیم، به همراه پنیر پیتزا خوب ورز میدیم به این شکل و به استخونی که کاملا تمیز کردیم میچسبونیم به این شکل. حالا اونا رو دونه دونه توی اول آرد، بعد توی تخم مرغ زده شده و توی پودر سوخاری میغلتونیم و توی روغن داغ اون رو سرخ میکنیم و در نهایت یه همچین رونه مرغ خوشمزه و توپاری رو داریم. مرسی از همراهیتون. بدرود. میریم واسه تعمدار کردن ماهی قزل. مرحله اول زردچوبه آقا متی، مرحله دوم نمک آقا متی، مرحله سوم پودر سیر. آقا چه گرد و خاکی کردی، این ماهی خوردن داره. چهارم زنجبیل آقا متی. اینم مرحله پنجم فلفل قرمز. ما سه میکس کردن ادویه. بریم واسه سرخ کردن ماهی. اینم ماهیمون سرخ شده آماده. روغنگیری میشه، میاد تو دیس. به همین زیبایی میره واسه مشتری. خیلی خفن شد. یکی از خوراکی‌های ثابت و مورد پسند ایرانی ها و خاورمیانه یا تو مهمونی ها بال کبابیه. به این روشی که میگم مزه‌دارش کن تا از این به بعد دستپختت زبون زده همه بشه. سیر له شده، رب به فلفل، رب به گوجه، یه لیموی کوچیک، روغن زیتون یا گیاهی به انتخاب خودت، ماست، فلفل، پاپریکا و ادویه مرغ، دارچین و نمک و از همه مهمتر عسل. همه مواد رو با هم ترکیب کن تا یک دست بشه و به بالا اضافهش کن. حسابی قاطی کن تا تمام قسمت ها مزه دار شد. 2-3 ساعت هم اجازه بده مزه به خوردش بره. حالا هم میتونی توی فر کبابش کنی یا روی منقل، دیگه بستگی به خودت داره.
یعنی تا حالا نمیدونستی به پیازت فلفل قرمز و نمک و آب پیاز همراه با روغن زیتون همه رو با هم دیگه ترکیبش میکنید، به شیشلیکتون اضافه میکنید، دو ساعت میذارید داخل یخچال استراحت کنه، بعدش به این صورتی که مشاهده میکنید به خوبی میتونید بپزیدش. هر چیزی که در مورد غذا میخواهید بدونید داخل پیج من هست. مخلوط کره و زعفرون هم روش میمالیم که خیلی خوشمزه ترش میکنه. فقط اینجا یه نکته داره، اونم اینه که کبابمون وقتی یه طرفش کامل پخت و خودشو گرفت برمیگردونیم تا طرف دیگرش بپزه، یعنی فقط کبابو یه بار میچرخونیم تا ترک نخوره. برای هر طرف هم 2 دقیقه کافیه، بیشتر نذارید بمونه که خشک بشه. گوجه و فلفلش هم میذاریم و آماده است. برنجمون هم دم کشیده، مخلوط روغن و کره داغ و روش میریزیم. بعد از اینکه یه پوش دادیم تو ظرف سرومون میکشیم. به به، اینم یه تدیگ جذاب و خوشمزه. کبابامونم از سیخ میکشیم و رو برنج میذاریم و مطمئن باشید اگه یکی دوتا نکته ریز رو رعایت کنید حتما کبابتون همینقدر نرم و آبدار میشه.